الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من عزيز وعرجمنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم که عبادت یعنی يعني چه کارهایی که الله متعال میپسندد انجام اوامر الهی و ترک نواهی الهی و نحوه عبادت را و شرایط عبادت را خدمت شما عزیزان توضیح دادم وقتی که یک کاری رو ما قبول کردیم که عبادت هست انجام عبادت مخصوص الله متعال هست یعنی برای الله متعال باید انجام بگیرد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من انسانها و جنها را برای این آفریدم که فقط مرا عبادت بکنند ایا که نعبدو و ایا نستعین این یک تعهدی هست که ما هر روز در هر رکت نماز به الله متعال تعهد می دهیم که کسی غیر از الله متعال رو عبادت نکنیم و عبادت کردن غیر الله متعال شرک هست پس بنابراین باید گونه های عبادت رو ما دقیقا بدانیم که چه کارهایی رو الله متعال به ما دستور داده که انجام بدهیم و انجام دادنشون عبادت هست. و این سری کارها رو فقط و فقط باید برای الله متعال انجام بدهیم. اگر برای کسی غیر از الله انجام دادیم در این صورت ما مرتکب شرک شدیم. عبادت های مانند روزه مانند نماز مانند حج و بقیه عباداتی که معروف و مشهور هست کمتر انسانی پیدا می شود که این عبادتهای مشهور و معروف را برای غیر الله مطال انجام بدهد گرچه دیده می شود احیانا که کسانی به طرف مثلا بعضی از قبور نماز می خونند. یعنی قبر را سجده می کنند که سجده یک نوع عبادت هست مخصوص الله متعال هست اما در این زمینه مردم بیشتر آگاهی دارند یعنی اینکه برای غیر الله متعال نماز نمی خونند، برای غیر الله روزه نمی گیرند و اگر کسی در این موارد که قطعی و صد درصدی هست و همه مسلمانان می دانند اگر چنین عبادتی رو برای غیر الله انجام بدهد یعنی برای غیر الله نماز بخواند برای غیر الله روزه بگیرد برای غیر الله حج بکند طواف بکند این دیگه مشرکی هست که از مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پا فراتر گذاشته اما یک سری عبادت هایی هستند که چه بسا برخی از مردم تصور نمی کنند که این موارد جز عبادات باشند که انجام دادنشون انحصارا باید برای الله متعال باشه یکی از این عبادت ها عبادت دعا هست عبادت دعا و دعا اساسا بر دو قسم تقسیم می شود دعای عبادت و دعای مسئلت دعای عبادت یعنی تمام عبادت هایی که ما انجام می دهیم یعنی همین نمازی که ما می خونیم زکاتی که ما پرداخت می کنیم و بقیه عبادات اینها در واقع یک نوع دعا هستند یک نوع طلب هستند از الله متعال که این نوع دعا را میگن دعای عبادت یعنی تمامی انواع عبادتی که ما انجام می دهیم جز مفهوم دعا در واقع شمرده می شوند اما بیشتر از این آنچه که بیشتر سر زبان ها هست و مردم به آن توجه می کنند و بیشتر به ذهن انسان میاد دعای مسئلت هست دعای مسئلت یعنی این که شما از الله متعال بخواهید که یک نفی را به شما برساند یا یک ضرری را از شما دور بکند پروردگار را به من فرزند صالحی عنایت بکن پروردگار را به من مال حلالی عنایت بکن پروردگار را به من صحت و عافیت عنایت بکن پروردگار را فقر را از من دور بکن پروردگار را بیماری رو از من دور بکن این طلب هست دعای طلب و دعای مسئلت هست این دعا یک نوع عبادت هست یعنی همین طلب کردن از الله متعال یک نوع عبادت هست و ما به عنوان یک مسلمان فقط و فقط باید از الله متعال طلب داشته باشیم هرچی میخواهیم از الله متعال بخواهیم الله متعال میفرمایند که وأن المساجد لله فلا تَدْعُوا مع الله أحدا مساجد براي الله متعال وإبادات مخصوص الله متعال هست. فلا تَدْعُوا مع الله أحدا در سورة جن پس در کنار الله كسي رَسُودًا صدا زدن و عبادت کردن دعای مسئله و دعای عبادت فقط و فقط مخصوص الله متعال هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صراحتا عبادت دعا برای ما بیان شده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم با سراحت تمام آمده که دعا کردن یک نوع عبادت هست حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی در روایتی که امام احمد و امام بخاری آوردن میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده فرمودند که دعا عبادت هست یا دعا همان عبادت هست پس بنابراین یکی از گونه های عبادت همان دعا هست خواستن و طلب کردن از الله متعال وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم که دعا یک نوع عبادت هست پس بنابراین این عبادت را صرفا برای الله متعال باید انجام بدهیم اجازه نداریم که غیر الله متعال را بخوانیم. منتها این عبادت انواع و اقسامی را داره گناه های مختلفی را دارد اول این که خواستن و دعا کردن در موردی باشد که کسی غیر از الله متعال توان آن را ندارد یعنی شما یک چیزی را میخواهید که فقط و فقط الله متعال میتواند انجامش بدهد اگر این دعا را از غیر الله انجام بدهید مرتکب شرک شدید به طور این مثال پروردگارا فلان بیمار بیمار مرا شفا بده شفا دست الله است پروردگار بر ما باران نازل بفرما باران دادن و ندادن دست الله متعال است پروردگار گناهان مرا ببخش اینها کارهایی هست که فقط الله متعال می تواند انجام بدهد اگر عین این کارها را شما از کسی دیگر بخواهید یعنی این که مرتکب شرک شدید از یک مرده ای بخواهید که ای فلان مرده ای امام و امامزاده برای ما باران بیار به ما فرزندی عنایت بکن برای ما گناهان ما رو مغفرت بکن از یک غیر الله خواستید از یک امام و امامزاده و پیر و پیغمبر و زیارت خواستید این در واقع شرک هست و جز شرک اکبر هست این نوع اول دعا هست یعنی دعایی که فقط و فقط از الله متعال ساخته هست کسی دیگر توان عملی کردن آن را ندارد اگر چون این چیزی را از غیر الله متعال بخواهی مرتکب شرک شدی قسم دوم دعا برمیگرده به نحوه طلب دعا و حالت درونی که شما در هنگام دعا دارید یعنی کمال ذلت و کمال محبت کمال بیم امیدی که در هنگام دعا در قلب شما هست متاسفانه برخی از مردم آن حضور قلبی را که سر قبر دارند آن خشوعی را فروتنی را بیم و امیدی را که سر قبر دارند در مسجد و در پیشگاه الله متعال ندارند این کمال محبت بالاترین درجه محبت بالاترین درجه ترس بالاترین درجه خوف و خشیت و, بی و امید مخصوص الله متعال هست به هیچ عنوان ما اجازه نداریم بگونه ای که در برابر الله متعال فروتنی می کنیم از الله متعال می ترسیم، یا از الله متعال امید داریم از کسی دیگر امید داشته باشیم و اگر با این کیفیت و با این حالت درونی غیر الله متعال رو شما صدا زدید یعنی این که مرتکب شرک شدید و یکی دیگر از گناه های دعا این است که انسان گاهی وقت کسی رو صدا میزند که دور هست الله متعال با سمع و بسرش و با علمش همه جا هست یعنی همه جا شما را می بیند، همه جا از حال شما اطلاع دارد همه جا صدای شما را می شنود. اما بقیه مخلوقات این گونه نیستند انبیا و اولیا و انسانها عموما حتی فرشتگان جنها این گونه نیستند که هر جا با شما باشند هر جا صدای شما را بشنوند و این که یک انسانی انسان دیگر را صدا بزند بگونه ای که الله متعال را صدا میزند در جایی صدا بزند که آن فرد نمیشنود و این شنیدن مخصوص الله متعال است به طور مثال یک مرده ای هست مثلا شما دعا میکنید که ای فلان امام و امامزاده حاجت من را روا بکن خب آن امام و امامزاده دعای شما رو که نمیشنود اگر در کنار شما هم که بود و یک فردی که مرده صدای شما رو نمیشنود بلفرض اگر کنار شما بود الان فلان امام و امامزاده نمیدونم در مشهد دفن است در عراق دفن است یا در جای دیگر دفن است شما از جایی که نشستی دعا میکنید که ای فلان امام حاجت ما رو روا بکن یعنی این که شما امام را امامزاده را مثل خدا تصور کردید این الله متعال هست که همه جا صدا را میشنود این الله متعال هست که همه جا حالت شما را می بیند. این الله متعال هست که در هر حال از شما اطلاع و آگاهی دارد غیر الله اطلاع ندارند و وقتی که یک انسانی غیر الله را این گونه صدا می کند یعنی این صفت سمع را صفت صفت بصر را صفت علم را که مخصوص الله هست اینو تسری داده به غیر الله این می شود شرک نوع چهارم این هست که کسی غیر از الله را مثلا صدا بزند و معتقد باشد که این مستقل هست در دعا یعنی از کسی بخواهد از امام و امامزاده به طور مثال بخواهد با این انگیزه همان گونه که الله متعال مختار هست صاحب اختیار هست این صاحب قبر و یا فلان کسی که من از اون میخواهم به همان اندازه الله متعال اختیار دارد و قدرت دارد این خودش یک نوعی از انواع دعا هست که این جز شرک اکبر در واقع شمرده می شود و بعضی از انواع دعا هست یک نوع بدعت هست بعضی از انواع دعا در حد شرک نیست صرفا در حد یک نوع بدعت در واقع شمرده می شود مانند توسل کردن در دعا به جاه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به جاه یک انسانی پروردگار را به خاطر فلانی به خاطر جاه و منزلت فلانی به خاطر مقامی که فلانی نزد تو دارد به خاطر فلان مرده حاجت مرا برآورده بکن خب این خودش یک نوع دعایی هست که غیر شرعی هست توسل به ذات یک افراد به یک مرده از نظر شرعی جایز نیست توسل به مقامش الله رسول الله صلی الله علیه و پیش الله متعال مقام و منزلت والایی رو دارن اما این چه ارتباطی به من و شما داره چه دخلی در دعای من و شما و در طلب حاجت من و شما از الله متعال دارند؟ اگر من و شما میخواهیم توسل بکنیم باید به یک موردی توسل بکنیم که خود ما در آن نقش داشته باشیم این که رسول الله مقام و منزلتی رو داره نزد الله فلان امام و امامزاده جایگاه و مقامی رو داره نزد الله متعال این به من و شما ارتباطی رو ندارد این نوع پنجم دعا هست. و یکی دیگر از انواع دعا این هست که انسان از یک میت طلب بکند از یک میت کسی که مرده اساسا نمیشنود اگر از میتی مثلا بخواهد که ای فلان امامی که مرده مریض مرا شفا بده فلان مشکل رو از من دور بکن فلان حاجت مرا رو روا بدار این در واقع یک نوع دعایی هست که شرک شمرده می شود و شرک اکبر هست زیرا که اولا مرده نمیتواند نمیشنود و این توانایی رو ندارد که شفا بدهد این توانایی رو ندارد که حادت شما رو برآورده بکند این هم جز دعاهایی هست که از نظر شرعی یک نوع عبادت شمرده میشوند اگر کسی چنین دعایی را بکند یعنی این که مرتکب شرک شده طلب شفا بدین معنی که شما از یک طبیب می که بیمار شما را معالجه بکند این اشکالی ندارد این طلب شفا نیست بلکه این ابزاری هست و پزشک یک سری اسبابی رو به کار میگیرد تا اینکه بیمار شما شفا حاصل بکنند اما شو این که شما از یک مرده میخواهید که بیمار شما را شفا بدهد یعنی این که بدون اسباب شفا بدهد وگرنه میتی که در قبر هست نمیتواند که برای شما دارو بفرستد یا بیمار شما را عملا معالجه بکند و وقتی که شما از یک م... میت میخواهید که شما را شفا بدهد یعنی این که این میت را شما در حد الله متعال قرار دادید و این یک نوع شرکی هست که نباید این کار را انسان مسلمان انجام بدهد و یکی از مواردی که قبلا ارز کردم بحث این که اگر یک مسلمانی از یک میت طلب شفاعت بکند از, می... از یک میت طلب شفاعت بکند مثلا بگوید که اه اه یا رسول الله برای من شفاعت بکن یا فلان امام امامزاده برای من پیش الله متعال شفاعت بکن آیا این جزء شرک اکبر هست جزء شرک اصغر هست این دعا و این طلب اساسا جایز نیست زیرا که مردگان صدای ما رو نمیشنوند و شفاعت بدون اذن الله متعال و بدون رضایت الله متعال ممکن و میسر نیست این الله متعال هست که اجازه میدهد به یک فردی که برای فرد دیگر شفاعت بکند بدون اجازه الله متعال و بدون رضایت الله متعال شفاعتی میسر نمی شود یعنی این که الله متعال هم از شفاعت کننده راضی باشد و هم از اون کسی که شفاعت می شود بدون اجازه الله و بدون رضایت الله متعال شفاعتی صورت نمی گیرد الان اومدیم اگر کسی از مرده ای طلب شفاعت کرد که برای من پیش الله متعال شفاعت بکن حکمش چی هست آیا مرتکب شرک اکبر شده یا شرک اصغر گرچه برخی از علما معتقد بر این هستند که این هم جز انواع شرک اکبر هست اما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نظرشون بر این است که این مورد جز مواردی هست که جز شرک اصغر شمرده شو می شود جز شرک اصغر هست یعنی در حد یک گناه هست و در, شر در حد شرکی شرک اکبر که انسان رو از اسلام و از دین خارج بکنه در آن اندازه نیست پس بنابراین دعا ویژه الله متعال هست فقط و فقط باید از الله متعال بخواهیم و دعا یک نوع عبادت هست و انجام عبادت برای غیر الله متعال شرک شمرده می شود پس بنابراین سعی بکنیم که هرچی میخواهیم فقط از الله متعال بخواهیم و با اون طریقه و روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادن تا برنامه دیگر و مطالب دیگر شما رو به الله متعال میسپارم سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. <applause>